به نام خداوند بخشنده مهربان. نفاق و خیانت و خطر آنها بر افراد و کشورها. ستایش مخصوص ذات خداوند است که پروردگار همه جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. ترجمه: مردان منافق و زنان منافق همه همانند هم و از یک گروه ان، به کارهای زشت فرمان می دهند و از نیکی ها باز می دارند و دست هایشان را از بخشش می بندند. الله جل جلاله را فراموش کردند، پس الله نیز آنها را فراموش کرد. بی گمان منافقان همان فاسقان هستند. و گواهی می دهم بر این که نیست معبودی بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. در حدیث شریف چنین می فرماید: نشانه منافق سی هست: هرگاه سخن بگوید دروغ می گوید، وقتی وعده نماید وعده خلافی می کند، و وقتی به او امانت سپرده شود خیانت می کند. برادران مسلمان، بدون تردید نفاق بیماری سخت و وبای کشنده است که افراد و ملت ها را نابود می کند، و آن خطرناکترین بیماری قلبی است که حقیقت ایمان را از بین می برد، اساس آن را ویران می کند و ارکان آن را نابود می سازد. و این مرض آفت اجتماعی و اخلاقی خطرناکی است که امنیت و سلامت و استقرار مجتمع را تهدید می کند. بنابراین خطر آن شدیدتر از خطر کفر و شرک است، زیرا این بیماری است که اگر در جسم ملت جا پیدا کند، استخوانهای آن را می ساید و اتفاق آن را از هم می پاشد. همچنین صلاح خیانت و مزدوری بیگانگان خطرناکترین صلاحی است که در جریان تاریخ وجود و کیان کشورها را تهدید نموده است. بهترین شاهد برای این موضوع این است: هر کشوری که از هم پاشید و نظامش از بین رفت، او در واقعیت از داخل خودش نابود گردیده است و در تاریخ بشریت برای این کار خائنین و مزدوران دیگران و مرتزقها نقش بزرگی را به ضرر و وطنشان بازی کردند. چون همیشه خطری که کشورها را از داخل تهدید می کند بزرگتر از خطری است که از خارج کشور وارد می شود. لازم است تا باید بدانیم که نفاق به دو نوع است: نفاق بزرگ، نفاق کوچک. نوع نخست عبارت از نفاق بزرگ است، خطرناکترین نفاق می باشد، و این نفاق عبارت از نفاق اعتقادی است که صاحب آن در ظاهر خود را مسلمان جلوه می دهد و از باطن کافر است. این نوع منافق همیشه در آتش دوزخ می باشد، بلکه در پایین ترین طبقه دوزخ می باشد. نوع دوم که عبارت از نفاق کوچک است، منظور از آن نفاق عملی می باشد، و آن عبارت از تخلف در رفتار و داشتن برخی از نشانه های منافقین است. طوری که انسانی در ظاهر ادعای صلح و اصلاح نماید و در باطن خلاف آن کار کند. این نوع منافق کاملا از دین خارج نمی شود، مگر که این نوع نفاق راهی برای نفاق بزرگ می شود اگر صاحبش از آن توبه نکند. قرآن کریم و احادیث مطهر پیامبر صلی الله علیه و سلم منافقان را برای ما معرفی نموده، اوصاف و اخلاق و پستی های آنها را بیان کرده است. پس می بینیم که در گذشت زمان و تغییر کشورها و اماکن اوصاف منافقین تغییر نمی کند. مهمترین نشانه های انسان منافق قرار زیل است: دروغگویی، وعده خلافی، خیانت در امانت و فجور در خصومت.
اینها زشترین صفات منافقین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نموده است. این صفات از نشانه های نفاق عملی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث تشریح نموده است. چهار خصلت است که اگر به کسی باشد این شخص کاملا منافق است، و اگر یکی این خصلت ها بوده باشد یکی از نشانه های منافق در او می باشد، مگر که آن را ترک نماید. هرگاه به او امانت داده شود خیانت می کند، و هرگاه سخن بگوید دروغ می گوید، و وقت وعده نماید وعده خلافی می کند، و وقتی که خصومت کند غدر می نماید. پس کسی که همه یا یکی از این خصلت ها را داشته باشد منافق است، و این صفات به منافع ملت بازی می کند و هدف آن ویرانی ملت می باشد. پس می بینیم که اکثر منافق ها دروغ گو می باشند تا دیگران را براست بودن گفتار و کردار خود وادار بسازد. خداوند متعال می فرماید: و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. و از مردم کسی هست که گفتارش درباره زندگی دنیا تو را به شگفت می اندازد، و الله را بر آنچه در دل خود دارد گواه می گیرد، و حال این که او سرسخت‌ترین دشمنان است. هرگاه در قرآن کریم یادی از نفاق، فریب و خیانت امانت برود با او دروغگویی نیز یاد می شود. خداوند متعال می فرماید: یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. آنان به نظرشان الله و مؤمنان را فریب می دهند، در حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند، ولی نمی فهمند در دلهای آنان بیماری است، و الله بر بیماری آنان افزوده و بخاطر دروغهایی که می گفتند برایشان عذاب دردناکی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که آثار دروغگویی را بیان می کند از آن هشدار داده می فرماید: و از دروغگویی بپرهیزید، چون دروغگویی باعث فجور می شود، و فجور باعث وارد شدن به آتش جهنم، و همیشه انسان دروغ می گوید و درباره دروغ فکر می کند تا که نزد خداوند متعال کذاب نوشته می شود. از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد: آیا مسلمان ترسو می باشد؟ فرمود: بله. گفته شد: آیا مسلمان بخیل می باشد؟ فرمود: بله. گفته شد: آیا مسلمان دروغگو می باشد؟ فرمود: نه خیر. ابو بکر صدیق رضی الله عنه کذب را خیانت توصیف نموده است، طوری که می فرماید صداقت ایمان و کذب خیانت است. همچنین توسط خیانت و مزدوری بیگانگان روابط محبت قطع می گردد و باعث نفرت می شود که اختلاف و بدبختی ها را بار می آورد و معاملات و داد و ستد را فاسد می سازد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نموده که خیانت در امانت در روز قیامت باعث رسوایی و پشیمانی خیانتکار می شود، طوری که می فرماید: وقتی خداوند در روز قیامت اولین و آخرین را با هم جمع نمود، برای هر خیانتکار بیرق بلند می شود، پس گفته می شود این بیرق خیانت فلان بن فلان است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت دشمن خیانتکار می باشد، چنانچه می فرماید: من در روز قیامت دشمن سی گروه می باشم، و کسی را که من خصم او باشم به او خصومت می کنم، کسی که به نام من پرداخته و سپس خیانت نموده، مردی که انسان آزادی را فروخته و بهای آن را خورده، و مردی که مزدورکار را پورا نپرداخته است. و خطرناکترین خیانت، خیانت بر وطن و فروختن آن با ارزش کم است، طوری که امروز گروه های تندرو و پیروان آنها کشورهایشان را با نجیسترین قیمت می فروشند، و برخی از صفات بدی که اسلام از آن هشدار داده است تبهکاری در خصومت است، چون این کار مرکز همه بدی ها و اساس همه زشتی ها و راه دوری از حقیقت و عدالت است، چون حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهد. خداوند متعال تبهکاری را شدیدترین خصومت نام نهاده است، چنانچه می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: و از مردم کسی هست که گفتارش درباره زندگی دنیا تو را به شگفت می اندازد، و الله را بر آنچه در دل خود دارد گواه می گیرد، و حال آن که او سرسخت ترین دشمنان است. و از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: منفورترین شخص نزد خداوند کسی است که در دشمنی سرسخت ترین است. پس نزدیکترین وصف به حال منافقان دورویی بودن است، بلکه در این زمان می بینیم که آنها از همه حدود گذشته اند که بیشتر از هزار روی دارند. آنها شریرترین مخلوق خداوند هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: می بینید که بدترین مردم در روی ها
هستند پیش یک گروه به یک رو می آیند و نزد گروه دیگر به روی دیگری می روند و برخی دیگری از نشانه های نفاق فساد کردن در روی زمین با ادعای اصلاح کاری، چنانچه خداوند متعال می فرماید و هنگامی که به آنها گفته شود در زمین فساد نکنید می گویند ما فقط اصلاح کننده ایم، آگاه باشید آنها همان مفسدانند ولی نمی فهمند فساد کاری در روی زمین اشکال زیادی دارد. برخی آن فتنه انگیزی ایجاد سستی در نفوذ مسلمانان واقعی، پراکنده کردن افکار و اندیشه های انحرافی و مفاهیم غلط در میان مردم می باشد. خداوند متعال می فرماید اگر آنها همراه شما بیرون می آمدند جز فساد و تباهی چیزی بر شما نمی افزودند و بر سرعت در میان شما فتنه انگیزی می کردند و در میان شما افراد ضعیف الایمان هستند که به سخنان آنها گوش فرا می دهند و الله نسبت به ستمگاران دانا است. در آیات دیگری می فرماید و به یک دیگر گفتند در این گرما برای جهاد بیرون نروید، ای پیامبر به آنان بگو آتش جهنم از این گرمتر است اگر در می یافتند. کاهلی در ادای عبادات و ریاکاری به ویژه در نماز که بهترین و خوبترین عمل است، این هم یکی از نشانهای منافقین می باشد، چنانچه خداوند متعال می فرماید بیشک منافقان به گمان خودشان را فریب می دهند در حالی که او آنها را فریب می دهد و چون به نماز برخیزند با سستی و کاهلی برمیخیزند و در چشم مردم خود نمایی می کند و در نمازشان الله را جز اندکی یاد نمی کند. در آیات دیگری می فرماید و هیچ چیز معنی قبول انفاقهای آنها نشد مگر آنکه با الله و پیامبرش کافر شدند و جز با کسالت و بیمیلی برای نماز حاضر نمی شوند و جز با کراهت انفاق نمی کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید هیچ نمازی بر منافقان از نماز فجر و خفتن گرانتر نیست، اگر ثواب آن را می دانستند حتما آن را ادا می کردند اگر چه ضعیف باشند. و جابر بن عبدالله رضی الله عنه می فرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرون آمد و فرمود ای مردم از شرک پوشیده بپرهیزید. گفتن ای رسول خدا شرک پوشیده یعنی چی؟ فرمود مردی استاد می شود و نماز خود را به خاطر اینکه مردم او را می بینند خیلی با تلاش مزین می سازد، این شرک پوشیده است. ستایش مخصوصی ذات خداوندی است که پروردگاری همه جهانیان است. درود و سلام بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر آل و اصحاب او باد. برادران مسلمان، براستی برخی از نشانهای نفاق همپیمانی و ارتباط داشتن با دشمنان بر ضرر دین و وطن است و جاسوسی کردن، خیانت نمودن، نقل اخبار و معلومات و افشای اسرار وطن برای دشمن. پس منافق مزدوری است که بر ضرر وطن، اهالی خود و همسایگان و نزدیکان خود با دشمن همکاری می کنند. خداوند متعال می فرماید پس کسانی را که در دلهایشان بیماری نفاق است می بینی که در دوستی با آنان می شتابد و می گویند می ترسیم که آسیبی به ما برسد، پس نزدیک است که الله پیروزی و یا چیز دیگری از سوی خود برای مسلمانان پیش آورد. آنگاه این افراد از آنچه در دل خود پنهان داشتند پشیمان گردند. همچنین می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد و براستی از میان شما کسی است که از شرکت در جهاد سستی می کند، پس اگر مصیبتی به شما برسد می گوید الله بر من انعام کرد که با آنان حاضر نبودم و اگر فضل و غنیمتی از جانب الله به شما برسد چنانچه که گویا هرگز میان شما و آنان دوستی و مودتی نبوده، می گویند ای کاش من هم با آنها بودم و به کامیابی بزرگی نائل می شدم. پس منافق وقتی با وطن و شهروندان ضرر برساند یا میان آنها فتنه انگیزی کند یا میان آنها بیماری شایع شود و آنها شکست بخورند او خوشحال می شود. خداوند متعال می فرماید اگر به شما نیکی و خوشی برسد آنها را ناراحت می کند و اگر به شما بدی و برسد بدان خوش با اونها خوشحال می شوند و اگر شما صبر کنید و پرهیزگاری نماید مکر و نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی رسد، بیشک الله با آنچه می کند احاطه دارد.
مگر این که منافقین جدید بر علاوه صفات دروغ، خیانت و غدر، پیمان شکنی، نشر فساد میان مردم و خیانت در دین انواع دیگری از فریبکاری را نیز افزودن. مشهورترین آن فروشی و سوء استفاده از دین برای رسیدن به اهداف گروه هایی می باشد که می خواهند دین را وسیله رسیدن به قدرت قرار بدهند. پس به اشکال مختلف از دینداری شکلی، دینداری سیاسی و فریبکاری خود را آماده می سازد و ایمان را به خودشان نسبت می دهند و دیگران منتفی می دانند تا بتوانند به اعمال و کارکردهای زشت خود را پوشیده افزون بر آن. منافقین جدید به وطنشان خیانت می کند و آن را به بهای ناچیز می فروشند. خداوند متعال این گروهی از مردم را تهدید نموده فرموده است که حتما غصب و نفرین خداوند متعال در دنیا و آخرت دامنگیری آنها می شود و پلان واقع کردن مسلمانان در سختی و مشقت بر خودشان برمی گردد و خداوند متعال اصحاب نفاق بزرگ را با تشکیک و عدم استقرار و جزا و فریاد نزد هر امر مجازات نموده است، چنانچه می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: منافقان بین این دو گروه مؤمنان و کافران دو دل و سر گشتند. در آیت دیگری می فرماید: هر بانگی را علیه خود می پندارند، آنها دشمن واقعی هستند، پس آنان بر حذر باشند. الله آنها را بکشد، چگونه از حق منحرف می شوند. و برای حمایت کشورها و حفاظت از کیان و سلامتی آن باید چشمهای نگهبانی از فرزندان مخلص و با وفای آن از افراد و نهادها بیدار بوده باشد و باید همه فرزندان نیک آن برای از بین بردن و ریشه کن کردن خائنان و مزدوران و جاسوسان، دشمن و همه مجرمین با هم اتفاق و انسجام داشته باشند و آنها را به حضور همگان رسوا و عبرت دیگران نمایند تا باشد دین، وطن، آبرو و عزت، جان و مستقبل میهن و فرزندان مرا از شر آنها نگه بدارند تا خداوند متعال از آنها راضی و خوشنود گردد و ما را از سرنوشت کشورهای نجات بدهد که در برابر خائنان و مزدوران بیگانگان از ضعف و سستی کار گرفتند. خدایا قلبهای ما را از نفاق، چشمهای ما را از خیانت، زبانهای ما را از دروغگویی پاک بگردان و مصر و اهالی آن را در پناه خود بدار.